با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز، به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، از علی پورنقبی عضو گروه کار کارگری حزب چپ ایران فدایان خلق دعوت کردیم تا با او نگاهی گذرا داشته باشیم به تأثیرات کرونا بر سیاست‌های نئولیبرالیستی. درود بر شما جناب پورنقبی، به برنامه ما خوش آمدید. ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب پورنقبی. شما در نوشته‌ای به مناسبت روز اول ماه مه سال گذشته نظراتی رو که پایان نئولیبرالیسم را در اثر کرونا پیش بینی کرده بودند خوشبینانه ارزیابی کردید. آیا هنوز هم چنین فکر میکنید؟ بله، هنوز هم چنین فکر میکنم. ببینید، موضوع مطلقاً انکار این واقعیت نیست که شیوع کرونا و بیماری کووید 19 فلاکت‌های ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیستی را بر ما آشکار نکرد. آری آشکار کرد. همین مقاله‌ای که اخیراً توسط خانم فرایزر نوشته شده به روشنی، و البته این تنها مقاله هم نیست، در این باره مقالات متعددی نوشته شدند، این مقاله به روشنی آثار عملکرد نئولیبرالیسم و آثار کرونا را بر نحوه عمل لیبرالیسم آشکار کرد. نکته انکار این واقعیت که حتی دولت‌های لیبرالیستی در مواجهه با کرونا، اپیدمی و پاندمی کرونا ناگزیر به برخی از اقدامات نشدند که با سیاست کلاسیک نئولیبرالیسم خانایی چندانی نداره یا اصلا خانایی نداره، صحبت بر سر انکار چنین واقعیتی نیست. صحبت بر سر انکار فیلمثل رو آوردن دولت‌های نئولیبرالیستی و اجبارشان به اتخاذ سیاست‌های پولی که امروز روز از جانب به اصطلاح تئوری پولی مدرن مطرح میشه نیست. مطلقاً این که من مطرح کردم و هنوز هم بر این نظر هستم که نظراتی که کرونا ره، مرگ نئولیبرالیسم، پایان نئولیبرالیسم، حتی زوال و افول نئولیبرالیسم اعلام کردند، اینا خوشبینانند، با چنین ارزیابی قصد نفی اون واقعیت ها را ندارند. صحبت اما بر سر این هست و نکته بر این است که صرفاً با آشکار شدن فلاکت های ناشی از نئولیبرالیسم ما نباید و نمیتوانیم انتظار مرگ نئولیبرالیسم داشته. نکته در واقع تأکید بر آلترناتیوی است که باید در برابر نئولیبرالیسم وجود داشته باشد. از یک طرف آلترناتیو گفتمانی و از طرف دیگری آلترناتیو سازمانی که بتوان به اتکای اون صحبت از مرگ یا پایان یا افول نئولیبرالیسم کرد. من هم اینجا متوسل میشم به تعبیری که گرامشی کرد از لحظه ای که خودش به اصطلاح لحظه برزخی نام داد. لحظاتی در تاریخ که به زعم گرامشی کهنه باید صحنه رو ترک بکنه اما نو هنوز زاده نشده. این کیفیت برزخی، این کیفیت ناسازگار، ناسازه‌ای، پارادوکسیال به اصطلاح، کیفیت امروزی است که من رو نسبت به اینکه به صرف پاندمی کرونا ما شاهد مرگ نئولیبرالیسم باشیم امیدوار و خوشبین نمی کنه. شما در صحبتاتون اشاره به تئوری پولی مدرن کردید. لطفاً درباره این تئوری اگه ممکنه مکث بیشتری بکنیم و تو اون رو توضیح بدید.
تئوری پولی مدرن یه تئوری چنان که از اسمش هم کمابیش پیداست خب جدید که توسط برخی از اقتصاددانان نسبتاً مترقی و به خصوص نئو کینزی به اصطلاح طرح میشه و در برابر سیاست هایی که متوسل میشن به ریاضت، متوسل میشن به صرفه‌جویی، سیاست های دولتی، اینا معتقد هستند که باید سیاست صرفه‌جویی و ریاضت رو کنار گذاشت. معتقد هستند که این تابویی که از به اصطلاح کسری بودجه دولتی ساخته شده واقعا تابوی هیچ هیولایی نیست، مادام که استقراض به اصطلاح دولتی و به کار گرفتنش به نفع اقشار ضعیف جامعه و به نفع زیرساختا و ایجاد زیرساختای ضرور مادامی که به این منظور به کار گرفته شه نیازی نیست که تورمزا باشه و ابداً هیولایی نیست. یکی از پایه‌ترین نظرات اینا این هست و بنابراین چون که عرض کردم در برابر سیاست‌های ریاضت کشانه سیاست سرمایه‌گذاری دولت به منتها در زمینه‌های خاص و با ملاحظه پیشگیری از تورم رو مطرح می‌کنن و دوم در همین البته رابطه معتقد هستند که این تصویر که دولت دست به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و صرفه‌جویانه می‌زنه برای این از طریق افزایش مالیات‌ها، از طریق اعمال فشار و روشن هم هست به خصوص در دولت‌های سرمایه‌داری بر طبقات پایینی جامعه برای اینکه به اصطلاح سرمایه کسب بکنه، این روند معکوس واقعیتی است که اتفاق میفته. در واقعیت این سرمایه گذاری دولت است که میتوانه امکان کسب مالیات بیشتر را از جامعه فراهم بیاره و نه اینکه کسب و اخذ مالیات بیشتر امکان دولت را برای سرمایه گذاری فراهم کنه. اشاره من در جواب قبلی از اونجایی بود که ما امروز روز میبینیم دولت ها خواه نئولیبرالیستی خواه غیر نئولیبرالیستی در مواجهه با کرونا اصلا پروای کسر بودجه دولتی رو ندارند و ناگزیر به کسر بودجه های بسیار سنگینی شدند. نظرسنجی‌ها در آلمان نشون میدن که حزب حاکم فعلی در انتخابات آینده با شکست روبرو خواهد شد و حزب سبز به پیروزی قابل توجهی دست خواهد یافت. آیا این تغییر نمونه گویایی از افول نئولیبرالیسم نیست؟ من با این تصریح که به اصطلاح صاحب نظر وضعیت آلمان نیستم به خصوص مناسبات بین احزاب، حقیقت فکر میکنم که اونچه که در آلمان در مناسبات بین احزاب و در رابطه بین حزب به خصوص CDU حزب دموکرات مسیحی آلمان با مردم آلمان هستیم، در واقع تداوم یک روند به مراتب طولانی تر از مسئله از زمان بروز کروناست که به درجات مختلفی در هلند، در سوئد و در فرانسه فی‌المثل شاهدش بود و اون هم به یک معنا آغاز پایان احزاب بزرگ و به طور خیلی ویژه‌ای احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی در این قبیل جوامع هستند. شاید به یک معنا میشه گفت که در نتیجه بخشی این روند یا در انجام این روند و سرانجام این روند آلمان نسبت به کشورهایی که پیش رفتم این یه مقداری با تأخیر داره، در واقع این روند در خودش نشان میده. ببینید سوال بسیار بسیار سوال دقیقی هست، تأکید بکنم، یعنی
اگر که افول نئولیبرالیسم رو ما بخوایم پیگیری بکنیم، قاعدتاً باید در این مناسبات بین دولت‌ها و احزاب، از جمله در مناسبات بین احزاب مختلف و دولت‌ها و مردم پیگیریش بکنیم. به نظر من بیشتر از اونی که آلمان در این مورد بتوانه جذاب و به اصطلاح آموزنده باشه، یکی انتخابات آمریکاست و یکی هم انتخابات هلند متصور هست که در آینده هم ما از این زاویه ناگزیر بشیم به تحلیل انتخابات دست بزنیم. چرا اون دو نمونه رو میگم؟ ببینید، نه ترامپ تا اونجایی که مسئله آمریکا مطرحه، نه ترامپ نماینده تیپی که نئولیبرالیسم هست بود و نه بایدن نماینده تیپی که ضد نئولیبرال. در جامعه آمریکا آنچه که دارای اهمیت هست از زاویه گفتگویی که الان داریم، نه برد بایدن از ترامپ، نه شکست ترامپ توسط بایدن، بلکه مقایسه دشواری‌های درونی حزب دموکرات آمریکا برای غلبه بر پدیده ساندرز دارای اهمیته. قطعا به یاد دارید که به اصطلاح اون ساختار جا افتاده و مستقر حزب دموکرات آمریکا برای غلبه بر ساندرز علیه کلینتون به توطئه هم متوسل شد. به مراتب ساده تر در اون نوبت که هنوز صحبتی از کرونا نبود مطلقاً، به مراتب دشوارتر توانست جلو برآمد ساندرز در برابر نظام های مستقر درون حزب دموکرات بگیره. در نوبت حاضر اما موفق به راحتی به سهولت بیشتری موفق شد که بایدن را پیش ببره. غیبت گرایش چپ در نوبت اخیر که اگر ما بخوایم از افول لیبرالیسم حرف بزنیم، علل قاعده باید چنان که عرض کردم در قامت یک گفتمان بدیل و در قالب یک سازماندهی بدیل اون رو ردگیری بکنیم، غیبت چنین گفتمان بدیلی و سازماندهی بدیلی در درون و مبارزات درونی حزب دموکرات آمریکا به نظر من درس آموزتر است. تجربه دومی که مایلم کمی برش مکس بکنم، تجربه اخیر هلند. حزب لیبرال هلند که به یک معنا کلاسیک احزاب نولیبرالیه، در انتخابات اخیر با فاصله زیادی به حزب اول در مقام حزب اول قرار گرفت و برای چهارمین بار است که در موقعیتی قرار گرفته، صرف نظر از به اصطلاح افتضاحات داخل سیاست هلند که وضعیت یک مقداری ناروشن کرده، اما تا اونجایی که بحث حاضر مطرح است، در مقام اول حزب مقام اول و در مقام تشکیل دهنده برای چهارمین بار در مقام تشکیل دهنده دولت هلند قرار گرفته. و این جالب این هست، در حالیه که همه احزاب مجبور شدند عناصری المانهایی از برنامه های چپ در برنامه خودشان بگنجانند و به یک اعتبار در حالی که ما در برنامه ها شاهد این هستیم که مواضع حدودی به چپ گرایش پیدا کرده، اما در قامت سازمان ها و احزاب ما شاهد چنین پدیده ای نیستیم. جناب پورنقبی، در این مدت یک سال حتی بعضی از طرفداران نئولیبرالیسم هم صحبت از افول نئولیبرالیسم میکنند. این رو چطور توضیح میدید؟ بله درسته، کاملا درسته. بعضی از
نمایندگان تیپیک هم که میگم هم عملی و هم نظری منظورم است. نولیبرالیزم، صحبت از افول نولیبرالیزم میکنم. این واقعیت در برابر، در کنار، همراه با بعضی از اقداماتی که اشاره کردم، در واقع مبنا و پایه اصلی است که صحبت از افول نولیبرالیزم میشه. مهم اما این است، اگر که تمام یا بخش اعظم نزدیک به تمام این اظهار نظرات رو شما نگاه بکنید، میبینید که مبنای استنتاج افول نئولیبرالیزم این واقعیت که کرونا منجر به و الزاماً منجر به گرفتن نقش بیشتری توسط دولت‌ها در سامان روزمره جامعه شده. دولت‌های دوره کرونا بنا به الزام مبارزه با کرونا و الزام به اصطلاح مقابله با تهدیدهای وسیع جانی علیه شهروندها دارای اقتدار بیشتری هستند. دولت هلند اعلام منع عبور و مرور شبانه رنج میکنه، اعلام میکنه که حق ندارید که 3 نفر بیشتر با هم دیگر به اصطلاح جمع بیایید. از اینجا تا فرامینی که به سمت متوجه سمت اقتصاد، سمتگیری فعالیت‌های اقتصادی جامعه، اینا همشان حکایت از این واقعیت دارند که ما در دوره کرونا با دولت‌های مقتدرتری نسبت به دوره پیش از کرونا سر کار داریم. و نکته اصلی من این است، اگر لیبرالیزم به معنای کلاسیکش با دولت کوچک قابل تعریف است، نئولیبرالیزم به این دلیل نوعه در برابر و در قیاس با لیبرالیزم که با دولت مقتدر و بازار آزاد قابل تعریف و تفهیم و فهم است. اشتباهی که در این استنتاج به نظر من میشه اینه، به صرف اقتدار دولت در نظام موجود نمیتوان صحبت از افول نئولیبرالیزم کرد. نه تنها نمیتوان، بلکه مارگارت تاچر که از لحاظ سیاست اقتصادی سمبل سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی شناخته میشه، با اقتدار غیر قابل تصوری علیه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری انگلیس عمل کرد. خلاصه بکنم، آری، اینها واقعیت‌های ناشی و تحمیل‌های کرونا به دولت‌هاست. دولت‌ها را مقتدر کردند، اما در درون این اقتدار، ای بسا زودتر از اونی که بشه استنتاج کرد این کیفیت به معنای افول نئولیبرالیسم یا مرگ نئولیبرالیسم است، باید تهدید تداوم این اقتدار علیه موازین دموکراسی جامعه حس کرد و با چنین کیفیت و تهدیدی مقابله کرد. جناب پورنقبی، با تشکر از شما و وقتی که در اختیارمون قرار دادید، به امید دیدارها و شنیدارهای بعدی. با تشکر متقابل از شما و با تشکر از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید.